خدمت همه. امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خیلی خوشحالم که برای یه مطلبی که مراز ضروری نیست، تکلیفی در موردش وجود نداره، در خدمت شما هستم. میدونم که شما که الان اینجا هستید دوست داشتنی ترین آدمایی هستید که در کنار اونایی که دوست داشتن بیان و نتونستن، البته دوست داشتنی ترین آدمایی هستید که میشه در این دانشکده یه جا جمعشون کرد. این نظر شخصی خودمه، بنابراین واقعا ابراز خوشحالی و ابراز شرف میکنم از این که در جمع شما هستم. خیلی خیلی بودن در اینجا برای من غنیمت بزرگیه. بحثو با سوال اصلی که عنوان بحث در واقع عنوان برنامه هست شروع میکنم و اونم اینه که پزشکی آیا علم یا هنره و یا احیانا یه چیزی از هر دو و نه هیچ کدام چیزی از این دست. خب دوستانی که منو نمیشناسن، من دکتر فرزین سلیمان‌زاده هستم، استادیار گروه اورولوژی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و به واسطه علاقه این که مدت‌های در این یکی دو دهه اخیر پیدا کردم کمی در مورد مباحث علوم انسانی در علوم پزشکی مطالعه دارم، به حسب صرفا علاقه که از قدیم و ندیم در من وجود داشته در این مورد. خب پیش از اینکه به صورت تئوریک بحث در این مورد شروع بکنم، اول از یه کیس شروع میکنم. ازتون میخوام که بدون اینکه من چیزی بگم سطر به سطر که این کیس رو در واقع من شرحش نشون میدم، شما اون رو نگاه بکنید و البته بعد میتونیم از روش دوباره بخونیم، ولی میخوام با همه دقتتون رو بخونید، اگرچه خواهید دید که کیسی نیست که خیلی شاید احتیاج به دقت داشته باشه، یعنی کیسی پیچیده ای نیست. بنابراین ازتون میخوام که سطر به سطر با من جلو بیاید. خیلی روشنه، یه مریض میاد علائم سرماخوردگی داره، شما حتی نیازی به بررسی های بیشتر پاراکلینیکی نمیبینید، درمان میدید و چند روز بعد خبری میگیرید یا مریض میاد مراجعه میکنه و در نتیجه شما میبینید که مریض خوب شده. هنر پزشکی آیا در این سناریو چیزی ازش پیدا میشه؟ یعنی هنر در کجایه؟ اگه کامنتی دارید الان وقتش. شما در این کاری که پزشک انجام داد چه هنری می‌بینید؟ شاید این معاینه یه تعاملی داشته با مریض که این تعامل خودش بشه اسم هنر بشه بودش یه کمی بیشتر توش بینید. یعنی هم که معاینه می‌کنه، خب بعد ازش سوال پرسه دیگه هم جواب بده. این معاینه چیزایی رو می‌فهمه و ممکنه طرز برخورد داشته، نمیدونم این حرفایی که به مریض میزنید تاثیر رو مریض بذاره که بشه اون احساساتش رو مثلا تاثیرش بذاره و بشه اسم هنر رو گذاشت. یعنی همون چیزی که میگن که همین که وارد مطب دکتر شدیم خوب شدیم، اون یه ارتباط درست بین دکتر و پزشک شکل گرفته. نقش مثلا قرص سرماخوردگی به اضافه شربت برومهگزین یا این چیزایی که دکتر بهشون میده پس کجا میره؟ یعنی سوال من اینه، اگه یه نرمی مگا رایانه خیلی پیشرفته‌ای درست بشه که بتونه با یه های مریض یه تستی از هوای بازدمیش بگیره و آنالیز بکنه، بگه شما یه سرماخوردگی ویروسی دارید، بعد تیک مریض یه دکمه رو فشار بده فهرست سه تا دارو براش بیاد و بره بگیره و خوب بشه، اون با این چه فرقی داره؟ کسی جوابی نداره؟ اصلا ممکنه چنین چیزی، اینی که من بدتر گفتم، چنین چیزی ممکنه به نظر شما؟ ممکن. خب بنابراین
میتونم حدس بزنم که اونایی که میگن چنین چیزی ممکنه، لااقل نه همه شما، اونایی که میگن چنین چیزی ممکنه، در کار این یکی پزشک در این سناریویی که گفتیم خیلی هنر نمیبینن. درست فهمیدم؟ نترسین بگین، اشکالی نداره اگه فکر بکنید پزشکی هنر نیست، منم ناراحت نمیشم، قول میدم. دیده نمیشه اوست که اون صورت واقعا چیزی نیست دیگه اینجا، اگه اینکه تو این کیس ساده هیچ. خب آره، چرا میترسید بگید که در این کیس به دلیل اینکه زیادی ساده است شاید هنری دیده نمیشه؟ بله ممکنه اینطور باشه. حالا این سوالا رو بخونید. اون مگا کامپیوتر با این سوال چه میکنه؟ بیمار فردیه که فردا مجری از قبل تعیین شده از 3 ماه پیش برنامه ریزی شده افتتاحیه یک کنفرانس بین المللی، مثلا کنفرانس سران کشورهای اسلامی در تهران. الان هم دیگه نمیشه این مجری رو عوضش کرد، ولی خروسک گرفته صداش در نمیاد. ها؟ ممکنه قائل بشید که اینجا پزشک یکم این باید هنرمندی هم به خرج بده. ممکنه. اینجا چطور؟ خب در این سوال چی به ذهنتون میرسه؟ این بیمار باید زود خوب بشه. اقلن دیگه تا روز مسابقه ورزشیش که 8 روز دیگه است و انتخابی تیم ملی سرنوشت 1-2 سال آینده ورزشی این آدم رو تعیین میکنه، باید سعی کنیم که خوب بشه. یعنی یه کمی احتمالاً اگرسیف تر درمانش کنیم. چه نکته دیگه به ذهنتون میرسه؟ مثال میزنم. من یک بار سناریو اول برام اتفاق افتاد. مجری برنامه شام رسمی کنگره اورولوژی سالانه کشور بودم در تهران و صبح اون روز در حد مرگ علائم آنفلانزا داشتم، به طوری که انقدر فین میکردم که اصلا مجریگری با اون شرایط کاملا منتفی بود. و صبح اون روز اینطوری شدم که برنامه شامش رو باید اجرا میکردم. من یه قرص پردنیزون خوردم. خب تا ساعت 12:30 شب همه چی عالی بود، یعنی به محض اینکه اثر پردنیزون رفت دوباره اوضاع خراب شد، ولی بالاخره اون روز رو با اون یه قرص پردنیزون منیج کردم. کارم علمی بوده؟ نه، البته که علمی نبوده، ما برای سرماخوردگی تجویز کورتون نداریم، ولی در یک ویو بلندتر من به عنوان پزشک و در آن واحد بیمار مسئولیت اون درمان رو پذیرفتم و اون مسئله رو به صورت کت خدا منشی با یه قرص پردنیزون حل کردم. اسم این هنره؟ نمیدونم، میشه در موردش صحبت کرد. شما به این ورزشکار میتونید 3 روز پشت سر هم پردنیزون بدید سریع حالش خوب بشه؟ چرا نه؟ عوارضش زیاده. یه دونه چطور؟ اگه حالش بد بود روز مسابقه یه دونه بدید شاید بهتر بشه. میدونید که ممکنه تست دوپینگش مثبت بشه؟ داستان دیگه ایجاد شد. میدونید که حتی سالبوتامول به این مریض بدید ممکن تست دوپینگش مثبت بشه؟ حالا از شما میپرسم، پزشکی هنر هم هست؟ خب به این مریض چی میگید؟ یه مریضی خیلی دوست داره داروهای گیاهی تور بهش بدید، به قول تهرانی هم گیاهی تور طبیعی. مثلا آقای دکتر اگه میشه با یه دم کرده ای بخوری چیزی درستش کنید ترجیحاً. همون سرماخوردگیرم، من اصلا حساسیت دارم، نمیخوام دارو بخورم، من خودم هم خوشم نمیاد از اینا که خیلی دیگه اینطوری هم، ولی اینطوری هم دیگه. الان که من در مقام قضاوت کردن هم با اینکه راست میگن یا دروغ میگن نیستم. من الان باید کاری بکنم که مریض حالش خوب بشه و در همون حینی هم که داروها رو استفاده میکنه حال بد نداشته باشه.
بگه نگاه کن، برخلاف میلم مجبور شدم که مثلا این سه قلم دارو رو بزنم که هیچ آمپول بزنم، نمیدونم چه کنم و چه کنم. بالاخره با اون چیزی که باورهای مریضه سازگاری نداره. هیچ جوری هم نمیتونم بگم مریض کلن اشتباه میکنه، برای اینکه شاید به این درجاتی هم درست بود. خب چه کار میکنید؟ بنابراین باید بلد باشید سعی بکنید که از اون گیاهان دارویی که احیانا تاثیر مثبتی در موردشون لااقل به طور نسبی شواهدی براش داریم استفاده بکنید، توصیه بکنید. بخور اوکالیپتوس ممکنه خوب باشه، چه میدونم در مورد دود کردن اسپند دیتایی نداریم. بالاخره شما باید موضع بگیرید. وقتی دارید موضع میگیرید در مورد اینکه چیزی که طبابت رایجی که از شما انتظار میره نیست، به نظر من لاجرم یه مقادیری از هنر احتیاج دارید، یه مقادیری از تصمیم گیری مشخص در مورد یک بیمار خاص بر اساس اون چیزی که تا حالا همیشه به صورت موارد کلاسیک به شما یاد داده شده. این بیشتر مهارت هنره. تعریف شما از هنر چیه؟ آره، تعریف شما از هنر چیه؟ بحث خیلی پیچیده ایه که من به عمد سعی خواهم کرد امروز واردش نشم. برای اینکه تعریف شما از هنر چیه برمیگرده به چیزهای خیلی پیچیده ای، از جمله اینکه یونانی‌ها وقتی میگفتن هنر به چی میگفتن، تکنه به چه معنیه، که همون در واقع تکنه هست که در به یه تعبیری از هنر اطلاق میشه، و بعد اگر اون هنره فاین آرت چیه، آیا اصلا پزشکی رو میشه در رده تکنه قرار داد. بحثای یه خورده پیچیده ایه، اجازه بدید بر اساس اون چیزی که من طراحی کردم پیش برم. اگه خواستید وارد این بحثا بشید من خیلی خوشحال میشم، استقبال میکنم، ولی در آخر به شما خواهم گفت که اگر علاقه مندید در مورد اینکه حالا هنر چیه و اطلاق کدوم یکی از اونا به پزشکی عقلانه به نظر میرسه، خارج از این جلسه منابعی معرفی بکنم یا بعداً یه زمانی با همدیگه بحث بکنیم، چون اون وقتی که به اصل حرفایی که اینجا میخواستم بزنم نمیرسیم. اونجوری بحثی کمی زیادی فلسفی میشه و من بنا دارم امروز خیلی بحث اونطوری نکنم، به خاطر اینکه زائقه عموم دوستانی که اینجا هستن رو رعایت کرده باشه. حسابتون استاد یه پیش‌فرض خوب دارین دیگه، پس با این حسابتون بکنم. پیش‌فرضتون به عنوان چیزی که از هنر پزشکی تلقی میکنین چی هم؟ در اسلاید بعدی بهش اشاره خواهم کرد و بعد در اسلاید آخر بهش برخواهم. ببینید، من در مورد بیماری کلاسیک صحبت کردم. شما بیماری تیپیک، علائم تیپیک رو زیاد شنیدید، به خصوص اگه به حیطه بالینی نزدیک شده باشید، در دوره پاتوفیزیولوژی یا اکسترنی انترنی بوده باشید، این کلمه رو مکررن میشنوید که این علائم تیپیک یا یافته‌های تیپیک، پرزنتیشن‌های تیپیک بیماری هست. اگر کلمه تیپیک رو در فارسی بخوایم به مثالین ترجمه بکنیم، که من یک جا دیدم این ترجمه رو کردن و خوشم اومد، شاید ترجمه قابل قبولی هم براش باشه. مفهوم تیپیک بیماری به شما میگه که یه بیماری در استانداردترین و قابل پیش بینی ترین شرایطش چه ویژگی هایی داره. اما همه ما میدونیم که تقریبا همه بیماری ها در بسیار از موارد به شکل آتیپیک، یعنی غیر مثالی، تجلی پیدا میکنه. یک نظر خیلی خیلی مهم به ما میگه اتفاقاً هنر پزشکی در اون جاییه که شما بر اساس فهم تیپیک از بیماری اطلاق اون بیماری تیپیک رو بر روی موارد آتیپیک انجام. روشن شد؟ یه بار دیگه بگم. بر اساس فهمی که از بیماری در پرزنتیشن تیپیکش دارید، در مورد بیماران مشخصی، فرد بیمارانتون که لزوماً بیماران تیپیک اون بیماری نیستن، تشخیص میذارید و بعد بر اساس اون درمان میکنید، و اون وقت در درمان هم دوباره شرایط خاص بیمار، خواسته های اون، مواردی مثل کوموربیدیتی های اون بیمار و همه این چیزها رو که بیمار رو باز هم در عرصه درمان این دفعه آتیپیک میکنه، در همه اینا رو لحاظ میکنید. این کار رو اگر خوب انجام بدید،
بر اساس رایج‌ترین تعریف یا بر اساس یکی از رایج‌ترین تعریف ها از هنر پزشکی، شما در واقع دارید در حیطه هنر در پزشکی فعالیت می‌کنید. افلاطون، از اسم افلاطون نترسید، همچنان که گفتم خیلی وارد مباحث فلسفی که خسته کننده باشه نخواهم شد، اما این خوبه که اینجا گفته بشه چون یه شباهتی این وسط وجود داره. افلاطون فیلسوف یونان باستان که شاگرد سقراط بود و استاد ارسطو بود، اینا سه نسل متوالی شاگرد استاد خیلی کله گنده یونان باستان هستن، اولینشون سقراطه و بعد افلاطون و بعد ارسطو، که میدونید هر کدوم اینا تاثیر بسیار شگرفی در فلسفه گذاشتن. سقراط به یه معنی اصلا اولین فیلسوفیه که به طور رسمی میتونیم ازش اسم ببریم. آدم بسیار بسیار بامزه‌ای بوده، من احتمالاً اگر از نزدیک میدیدمش دیگه هیچ کار دیگه‌ای نمی‌داشتم غیر از اینکه پشت سر این راه بیفتم ببینم در کوچه‌های آتن میگرده و از مردم چی میپرسه و بهشون چی میگه. فقط کافیه یکی دو تا از این محاوره. میدونید سقراط هیچی ننوشته، سقراط فقط میگشته به روشی که مثلا مولوی میگن در خیابون میگشته و حرف میزد و کسای دیگه این مینوشتن، سقراط فقط میگشته و اغلب پرسش افکنی میکرده، به خصوص از جوانهای شهر سوال میپرسیده و مفاهیم مورد نظرشو دائم با اونا به بحث میذاشته و اونا رو وادار به فکر کردن در مورد ساده ترین چیزهایی که به نظرشون مسلم میاد میکشیده. شاگرد او افلاطون بخش مهمی از این مباحثاتش رو مکتوب کرده، اما معروفه که میگن شما نباید انتظار داشته باشید که افلاطون واقعا، چون خودش هم بالاخره فیلسوف قدر قدرتی بوده، همه عقاید خودش رو کنار گذاشته باشه و واقعا طابق و نعل به نعل هرچی سقراط گفته و اون نفر مقابلش گفته رو نوشته باشه. در واقع در محاورات سقراطی که افلاطون نوشته گویی شما کم یا بیش رنگ و بوی افکار خود افلاطون رو هم میبینید، اما اون معروفه که در واقع انگار به یه شکل نمایشگونهی مکالمات ما بین سقراط رو با افراد مختلف نقل کنه. این مکالمات واقعا بعضی وقتا خیلی جالبه. اما از سقراط که بگذرن، افلاطون خودش در مورد فهم ما از حقیقت و اینکه چه حقیقت چه شکلی داره، چه در واقع چیزی حقیقته، یک مثالی داره و میگه مثل ما هممون مثل کسایی هستیم که در داخل یک غاری هستیم و از اول عمرمون هم در داخل این غار و هیچ وقت هم رومون به بیرون غار نیست. ما رو به زنجیر بستن به طوری که به دیواره غار نظر داریم و پشتمون به ورودی غاره. هیچ وقت اون دنیای واقعی موجود در پشت غار رو نمیبینیم. یه آتشی توی غار روشنه، این مثال خوب بهش دقت کنید، یه آتشی توی غار روشنه و در اثر این نور محوی که اونجا هست ما فقط از وقایعی که در بیرون غار که عالم حقیقته اتفاق میفته، ما فقط یه سایه هایی رو بر روی دیوار روبرو موندیم. در نتیجه اون عالم بیرون رو که عالم واقع گویی، اون رو اسمش رو میذاره عالم مصور. میگه همه چیزها، همه اتفاقها ورژن مثالی نشون، اگه بخوام به این کلمه مثالی برگردم، ورژن تیپیک و درست و حقیقیشون در اون خارج از غار اتفاق میفته و ما فقط یک سایه های محوی از حرکت اون چیزی که در اونجا اتفاق میفته رو در این دنیا میبینیم. در نتیجه در بسیاری از چیزها یک حقیقت مثالی تعریف میکنه که بعد ما در واقع یه سایه ای از اون حقیقت مثالی رو بهش دسترسی داریم، اصولا دسترسی نداریم به اون حقیقت واقعی، چون در اون غاری هستیم که حتی نمیتونیم برگردیم به طرف در ورودی نگاه. این توصیف از غار و حقیقت مثالی رو حالا با این بیماری مثالی و بیماری واقعی مقایسه کنیم. گویی اگر افلاطون امروز میخواست این دوتا نظریه رو با هم ترکیب بکنه، به ما میگفت که یک چیز، یک بیماری مثالی می وجود داره که در عالم مصله، ما بهش دسترسی نداریم. همه ی اون بیمارانی که ما میبینیم از اون نوع بیماری دارن در واقع سایه هایی هن که ما از اون بیماری مثالی داریم میبینیم. و هنر در واقع همین جاست که شما باید بتونید هرچه بهتر
فهمتون رو نسبت به اون چیزی که حقیقت مثالین بیماریه تقویت بکنید و بر اساس اون در مورد این موارد در واقع سایه‌وار بیماری تصمیم بگیرید. این تشبیه رو بد نیست توی ذهنتون داشته باشید چون خیلی به هم دیگه شبیهن و بر اساس این نظر هنر به مثابه نسبت دادن تصاویر غیر مثالی به بیماری مثالی. خب ما آموزش پزشکی رو چطور میبینیم؟ برای اینکه به این سوال جواب بدیم که در 3-4 سلاید بعدی بهشون خواهم پرداخت، از شما میخوام که یکیتون صندلی رو تعریف کنید. یه تعریفی از صندلی بگید و تصور کنید یه نفر از مریخ اومده که اصلا با مفهوم صندلی آشنا نیست، برای اینکه اونا مثلا چه میدونم رو سرشون میشینن، اصلا صندلی ندارن. و فرض کنید به اون میخواید توضیح بدید که بابا ما آدما اینجا رو پامون میشینیم، بعدم برای اینکه بشینیم یه وسیله‌ای داریم به نام صندلی. شما چه جوری صندلی رو برای اون مریخی تعریف می‌کنید؟ بگید نترسید. چیه صندلی؟ هیچکدومتون نمی‌دونید دیگه، یعنی الان مثلا چرا؟ سوال من از شما اینه، چرا اینقدر سخته؟ بلکه خیلی بدیهی، از شدت بداهت سخت. شما اگه خودتون باشید و خودتون ترجیح میدید به جای تعریف کردن صندلی برای اون آدم، اون موجود مریخی، چی کار کنید؟ شکلشو بکشید یا دو سه تاشو نشون بدید. ما اونی که ما مهه میگم صندلی اون اینه. خب درسته. حالا از شما سوال میکنم، آیا اینا صندلی هن؟ سه تا از عجیب‌ترین صندلی‌هایی که ممکنه ببینید. یکیش با 10 تا پایه، یکیش با 4 تا یا 8 تا پایه که 4 تاش به دیوار تکیه داره به جای زمین، و یکیش هم اصلاً شما می‌دونید که صندلیه ولی در واقع انگار به یه تعبیر دیگه اصلاً صندلی نیست، چون درختیه که یه ساقه داره بعد شاخه‌هاشو به شکلی آراسته کردن که شکل صندلی رو داشت. خب ولی شما تردید دارید که این صندلی هم هیچ تردیدی ندارید. حالا شما میتونید با دیدن اینا یه تعریفی بدید از صندلی که همه این سه تا انواع عجیب و غریب و احیانا 200-300 نوع عجیب غریب دیگر هم شامل بشه. خیلی کار سخت، خیلی کار سخت. برای همینه که ما در آموزش پزشکی هم اتفاقا از اون پیشنهاد شما استفاده، یعنی مواردی و باز مواردی و باز مواردی مواردی دیگه از یه بیماری رو اینقدر به دانشجو یاد میدیم تا در ذهنش یه تصویری از اون بیماری شکل میگیره. و بعد اون وقت دیگه شما وقتی اون آدم این صندلی رو تا به حالم ندیده، وقتی نشونش بدید بهش بگید این چیه، بدون مکس به شما میگه این صندلی. البته تشخیص بیماری ها به سادگی تشخیص صندلی نیست، احتیاج به بررسی های بیشتر داره، احتیاج به رد کردن بیماری های دیگر داره، قضیه پیچیده تریه. اما میخوام بگم الگوی ما در آموزش پزشکی شبیه این الگویه که ما به آدم مریخی میخواییم صندلی رو یاد بدیم. تصور اشتباهیه اگر فکر بکنید که ما تعریفی بر اساس تعاریف مشخص بیماری ها رو یاد میگیریم و میگیم خیلی خوب پس از این به بعد فهمیدیم که فلان بیماری اینطوریه. کسی با این حرف من مخالفت نداره؟ استاد ببخش، من یه موضوع رو متوجه نشدم. توی سلایده قبلی که درباره هنر صحبت میکردین، من میتونستم به جای تمام واژه های هنر شما مهارت رو بذارم. مثلا بگم مهارتش اینه که بیاد یه شرایطی رو به یه شرایط دیگه ربط بده و این نتیجه گیری کنه. مثلا داشتیم میگفتیم که درباره یه آدم با یه شرایط خاص، خب میاد مثلا میگه که من یه ورزشکارم که باید هر چه زودتر خوب بشم. خب شاید ما بتونیم در نظر بگیریم همون دستگاه یه آپشن داشته باشه بگه که من با توجه به این محدودیت هر چه زودتر خوبم کن. اگه بخوایم یه دستگاهی رو در نظر بگیریم که میتونه فوراً یه بیمار اسکن کنه و خوبش کنه. بعد قبل از اینکه من بیام این جلسه، تعریفی که از هنر داشتم، مثلا فکر می‌کردم پزشکی ممکنه یه هنر باشه، این پزشک که یه احساس خوبی رو بتونه توی بیمارش ایجاد کنه، مثلا همون تعاملی که ممکنه با اون برقرار کنه.
حتی میگن که بعضی وقتا بیشتر اوقات که بیمارا میرن پیش دکتر به خاطر مریضیشون نیست، دوست دارن از اون شکایت دردایی که دارن شکایت بکنن. این رو بیشتر من هنر میدونستم. آره به اونم میرسیم، به اونم میرسیم، البته که اونم بخش میکنم. من با استفاده کلمه مهارت به جای اون چیزی که ما تا حالا بهش گفتیم هنر مشکلی ندارم. حتی شما اگر اون تعریفی رو که الان ارائه دادید از هنر رو هم اسمش رو بخواید مهارت بذارید که احتمالاً نمیشه مخالفت جدی باش کرد. مهارت برقراری ارتباط عاطفی با بیمار چرا نشه گفت؟ هنری که اینجاست خیلی علم پشتش، یعنی خیلی وابسته به علم، یعنی علم ازش بگیریم دیگه چیزی نمیمونه. خیلی حرفه این خیلی نکته جالبیه، برای اینکه اصلا یه عده‌ای تعریفشون وقتی میگن هنر پزشکی، میگن ما تعریفمون از هنر پزشکی اینه که شما اطلاعات علمی موجودتون رو خوب ریکال کنید. همین هنره. اطلاعات علمی رو که به شما به صورت پراکنده در کیس های مختلف تیپیک آتیپیک یاد دادن، اونا رو به هنگام خوب ریکال بکنید. این خودش هنره. به نظر من معنی مینیمالیستی از هنره، یعنی مینیمالیستی وقتی دارم میگم منظور اینه که معنی اقلی از هنره. اون چیزی که خانم دکتر اشاره کردن تعابیر دیگه ای رو هم به میدان هنر پزشکی وارد میکنه که البته من خودم طرفدار اینم که همه اینها در زمره هنر قابل تقسیمن و بعضی وقتا اونا خیلی خیلی مهمن. ممکنه شما در این بیمار سرما خورده جنبه های اهمیت داشتن این ابعاد از هنر یا به قول شما مهارت رو کمتر بتونید ببینید، اما در ادامه در مواردی صحبت خواهیم کرد که شما خواهید دید که اصلا اینا یه محوریتی دارن اصلا در درمان بیمار. شما نمیتونید بدون تصور، بدون ورود به این مباحث درمانتون رو یا حتی تشخیصتون رو درست انجام بدید و انگار بدون هنر، بدون این تعریف از هنر کار لنگ میمونه. و به این تعبیر اون چیزی که شما میگید میشه بهش هنر اطلاق کرد، اما یه تعبیر حداقلی از هنر. البته که ما وقتی میگیم هنر منظورمون فاین آرت نیست دیگه، اون کاری که یه نقاش میکنه احتمالاً یه گونه دیگه ای از هنره. حتی به اونم میشه احتمالاً گفت مهارت، ولی یکمی فراتر از مهارته دیگه، یه چیزای دیگه ای هم توش داره، خلاقیت خیلی زیادی. مثلا پرسیدم که کسی با من مخالفتی نداره برای اینکه میخواستم برگردم دوباره به پزشکی. شما به بیماری لوپوس، اونایی که وارد فیزیوپاتولوژی به بعد شدن کیا هن؟ خب خیلی هاتون اسم لوپوس اریتماتوز شنیدین؟ خوشحالم. چون این مثال یک کمی ممکنه برای دوستانی که در دوره علوم‌پایه هستن یک کمی سخت‌تر باشه، ولی بیماری لوپوس اریتماتوز یکی از بیماری‌هایی که در رده بیماری‌های ایمنی اوتو ایمیون قرار می‌گیره. ظاهراً بیماری یعنی سیستم ایمنی بدن دچار یه خطایی میشه بر علیه بعضی از بافت‌هایی که بافت‌های خودش هستن، احساس غریبگی میکنه، شروع میکنه علیه اونا وارد جدال شدن. اینو من در واقع یک کلاسیفیکیشنی از لوپوسه که برای سال 2012 نمیدونم این آپدیت شده یا نه، چون رشته خود من نیست، به هر حال من خیلی چیز نبودم، ولی این یکی از چیزایی که از اینترنت گشتم پیدا کردم برای اینکه اون اصل مطلبمو بگم. در جایی این ادعا رو دیدم گفته که شما تعجب نخواهید کرد اگر ببینید که اصولا ما تعریف بیماری لوپوس اریتماتوز رو بر اساس ذکر کردن تعداد قابل توجهی از یافته های اون بیماری انجام میدیم. ببینید یه فرق خیلی مهم ولی در اینها شاید باریکی این وسط وجود داره. شما وقتی میگید فرد سرما خورده، بیماری او رو با علائمش تعریف نمی کنید. اول میگید فرد سرما خورده، یک فهمی از اینکه سرما خورده یعنی چی ایجاد میکنید، بعد میگید خب حالا فردی که سرما خورده چه شواهدی داره، اون وقت میگید این علائمشه، این علائمشه، این علائمشه، حالا درمان میکنید و خیلی وقتا ممکنه معطوف به اون علائم
و نشانه ها درمان کنید، خیلی وقتا ممکنه معطوف به عامل اصلی درمان کنید. مثلا در بیماری های عفونی شما عمدتا معطوف به عامل میکروبی ایجاد کننده یا عامل ویروسی ایجاد کننده درمانتون رو تنظیم میکنید. اگر علائم و نشانه ها خیلی اذیت کننده بود ممکنه برای اونا هم درمانی بکنید، ولی قابل تصور نیست شما یه بیمار بروسلوز رو درمان بکنید فقط بهش انسیت بدید که درد مفصلش خوب بشه، چه میدونم مثلا یه چند تا دارو بدید که علائمش خوب بشه. قاعدتا وقتی میدونید یه بیماری با عفونت بروسلا داره، هدف اولتون حتما اینه که اول برید یه آنتی بیوتیکی بدید که روی بروسلا موثر. اما در اینجا انگار این یکی از مثال‌های غریبه و اگه فکر بکنید می‌بینید که از این مثال‌ها باز هم وجود خواهد داشت. در همین هیته روماتولوژی هست، در بسیاری از بیماری‌های نورولوژیک هست، در روانپزشکی که واویلاست. یعنی ما بیماری رو اصولاً تعریف می‌کنیم بر اساس تعدادی از یافته‌هاش. میگیم میگیم اینا علائم بیماری‌اند. هر کسی دو تا از اینا بذاره، چهار تا از اینا داشت، یا چهار تا از اینا بذاره دو تا از اینا داشت، اینطوری تو این اسمش میشه بیمار. خب پس خود بیماری کجا رفت؟ تو علائمشو فهرست کردی و گفتی کرایتریای ماژور، کرایتریای مینور، از ماژورها دو تا، از مینورها انقدر. یعنی خیلی از بیماری ها هستن اینطوری تعریف میکنیم. این تأیید دیگری بر اون مثال صندلی. یعنی ما نه تنها در مقام آموزش بیماری ها از اون وضعیت استفاده میکنیم، بلکه اصولا در مورد بعضی از بیماری ها هنوز فهم همه علم پزشکی هم فهم صندلیواره. میتونم توضیح بدم منظورم چیه؟ این بیماری ها از این جهت با خیلی از بیماری هایی که ما اتیولوژیشون و اینا رو بنای تعریفش قرار میدیم متفاوته. بفهم مفهوم بیماری ها ما نمیتونیم بگیم که مفهوم میتونه همون فیزیوپاتولوژی باشه که در ایجاد اون بیماری دخیل هست و به همراه یک محدودیت هایی که برای فرد ایجاد میکنه. خود این فیزیوپاتولوژی انحصاری برای هر بیماری هست. خود این میتونم جایگزین مفهوم برای بیماری باشه. یعنی مثلا در این مورد مشخص بگیم که این که یک بیس اوتوایمیون براش وجود داره رو بگیم این تعریفشه. بعد به یه تعبیر این درسته، ولی به نظرم میاد یه کمی باواسطه است. مثلا در مورد بیماری های عفونی خیلی بیواسطه تره، در مورد میوکاردیال انفارکشن خیلی بیواسطه تر، اینجا انگار یه کمی باواسطه است. تازه بعد پاتوفیزیولوژی اصلی خود اون واقعه رو ما انگار نمیدونیم، انگار داریم یه شرحی میدیم از یک اتفاقی که میفته ولی خیلی درست نمیدونیم چیه. در رشته ما و در اورولوژی در میل اینفرتیلیتی این وضعیت همچنان وجود داره. اینفرتیلیتی هایی که ما تعریف مشخصی براش نداریم و مریض میبینیم و از نظر هورمونال نرماله، بیزه تولید اسپرماتوزویدش نرماله، ولی مثلا در تحرک اسپرم های اشکالی هست. ولی هرچی میگردیم چیزی پیدا نمیکنیم که چرا اینطوری. انگار از توصیف وضعیت به جای توصیف بیماری انگار با یه واسطه یه مرحله رو دور میزنیم. در اینجا این وضعیت وجود داره. آره، به این معنی میشه فهمید که اون تفاوت باریک از کجاست. حالا اصلا یه درجه بریم جلوتر. آیا وقتی ما در مورد بیماری ها حرف میزنیم تصورمون این نیست که گویی بیماری ها یک موجودات، یه چیزهایی هستن که واقعا وجود دارن و ما میریم اونا رو کشف میکنیم؟ شما خودتون رو برگردونید به 150 سال پیش مثلا، که پزشکی مدرن به معنی که ما امروز میشناسیم در دهه های اول حیاتش بود، حالا یا بگیم در مثلا سده اولش بود. اگه کشف گردش خون توسط ویلیام هاروی رو مبنای زمانی بذاریم بدانیم که خیلی ها اینطور میگن، حالا همه ممکن موافق نباشن، که پزشکی مدرن چجوری شروع شد، پزشکی بقراطی مبتنی بر اخلاق اربعه که هنوزم طب سنتی ما بر اون اساس داره میفهمه و حتی سعی میکنه درمان کنه، خیلی بحثای عجیب غریبی این وسط وجود داره که ما حالا که فهمیدیم که چیزایی به نام ارگان ها وجود داره، چیزایی به نام سیستم ها در بدن وجود داره، سیستم گردش خون، سیستم تنفس، سیستم گوارش و امثال اینها، آیا الان بعد از فهمیدن اینها تکیه کردن هنوز
پافشارانه بر اخلاط اربعه چقدر جا داره، سفرات بالا رفته، سودات پایین اومده، بلغمت اینطوری شده. اگر هم میخوایم بگیم نه یه شواهدی وجود داره که واقعا این تغییره، یعنی به هم خوردن موازنه ها وجود داره، باید بریم به روشی که امروز دیگه ما میشناسیم و بهش اعتماد داریم، یعنی به روش تجربی بریم اینا رو نشون بدیم دیگه. اینکه یک چیزایی در ذهن ما وجود داشته باشه و بعد اونا رو بیایم اپلای کنیم روی بیمار جای تردید داره. حالا از این میگذرم، خیلی وارد این بحث نمیشم. اما در مورد مفهوم بیماری، آیا بیماری ها چی؟ گفتیم برگردیم به 150 سال پیش، احتمالاً اون موقع عناوین بسیاری از بیماری هایی که ما امروز میدانیم و برامون خیلی مسلمه وجود نداشت. از اون موقع گویی بیماری ها به تدریج دونه دونه کشف شده اند، انگار یه چند چیزهایی هستن که وجود دارن و ما اونا رو میریم کشف میکنیم که حالا یه بیماری هم وجود داره به این اسم. آیا این اصلا در مورد همه بیماری ها درسته؟ قابل اطلاقه؟ همه بیماری ها از این نوع هست؟ یا لااقل تعدادی از بیماری ها چیزهایی هستن که ما وضع میکنیم، یعنی ما تعریف میکنیم چه این چیزهایی وجود دارن؟ ببینید به این جملات توجه کنید. زخم 12 معمولا مردان را مبتلا میکنه. بیماری کرون میتواند تظاهرات مختلفی داشته باشه. یا حتی بالاتر از اینها این جمله، سیفیلیس را به دلیل تقلید بیماری های متنوع، great imitator، مقلد بزرگ بهش میگفتن و الان هم هنوز میگن، کمتر دیگه الان تو کتاب هایی میبینید، ولی میگن که چون بیماری های مختلف از MS گرفته تا چی و چی و چی همه اینا رو میتونه اداشو در بیاره، بنابراین بهش گفتن مقلد بزرگ. یعنی انقدر دیگه تشخص دادن به بیماری. من توی ادبیات دوره دبیرستان بود که میگفتن که به یه خودکار بیچ مثلا یه نویسنده ای چنان تشخصی داده بود که این نمیدونم سرش اینطوره و یاله با هم دارن نمیدونی، یعنی یک کمی دیگه انگار ادبی میشه اصلا، یعنی یک کمی تخیلی میشه که شما بیماری ها رو انقدر صاحب ذات مستقل و یه وجود مستقل بدونید که گویی اینا برای خودشون هر کدومشون یه سلطنتی دارن، یه چیزی دارن. بعضیشون خیلی زبلن، بعضیشون مثلا چه میدونم یه ذره سچغرن، سخت به درمان جواب میدن، یعنی اینا دیگه کاملا براشون ماهیت قائل شدنه. این جمله ها رو اگر این سومی رو بخوایم استثناء کنیم، ولی جمله هایی مثل جمله های اول و دوم رو شما هنوز هم تو کتاب ها میبینید، با اینکه ما امروز فهممون به ما میگه داستان اینطوری نیست. لااقل در مورد بعضی از بیماری ها داستان اینطوری نیست. اینطوری نیست که زخم 12 یک موجودیه که میگه که خب من بیشتر دوست دارم مردا رو مبتلا کنم. یعنی از این جمله این در میان، ولی خب ما که میدونیم اینطوری نیست. بنابراین فهم ما از بیماری، اینکه بیماری چیه، اولا به این سه تا مفهوم ایلنس و دیزیز و سیکنس خواهم رسید. اولش در مورد یه چیزی به نام مدل مکانیکی یا مدل بایومدیکال صحبت کنم. مدل مکانیکی یا مدل بایومدیکال، البته این دوتا لزوماً مساوی هم نیستن ولی به هم خیلی نزدیکن. مدل مکانیکی بیماری رو مثل خراب شدن ماشین میبینه، برای اینکه بدن رو اصولاً مثل یه ماشین میبینه که یه کارکردی داره، کارکرد نرمال قابل پیشبینی داره. وقتی در یک عضو یا یه بعضی از اعضا این کارکرد مختل شده باشه، گوییم که بیماری به وجود اومده است. بر اساس این نظر در واقع شما میتونید راحت تر یا اصولا شاید بشه گفت فقط در این نظره که میتونید مثلا پیوند کلیه رو بپذیرید، موجه بودنش رو میگید بله دیگه، وقتی دستگاه قسمتی که باید سموم رو از بدنش دفع بکنه کلیه است، این کلیه خراب شده، در نتیجه یک کلیه دیگه میاریم پیوند میزنیم به این رو درست میشه. و بنابراین این یک کمی نگاه مکانیکال یا بایومدیکال لازمه برای اینکه اقلا بعضی از درمان‌ها رو بشه در موردش در واقع از موضع دفاع کردن صحبت کرد. اما چی پدید میاد با این نوع نگاه؟ یکیش مسئله بهنجاری. گفتیم که این نگاه فرض میکنه که یک عملکرد نرمالی وجود داره و بعد ممکنه این عملکرد نرمال در بعضی جاها از بین بره و نتیجهش بشه بیماری.
این عملکرد نرمال رو در بعضی از جاها راحت تر میشه فهمید، اما در بعضی جاها اصلا به این راحتی نیست. این که بگیم نرمال یعنی چه، شما میدونید در بسیاری از بیماری ها این نرمال یعنی چه رو ما از کجا استخراج میکنیم؟ از اکثریت، از آمار. میگیم که جامعه بزرگ آماری در نظر بگیریم، قند خون اینا چنده؟ میگیم قند خون اینا اغلب بین این و اینه. اون 5% که آمار به ما میگه 2.5% بالا و 2.5% پایینی که از این میدان خارجن، اسمشون رو میذاریم ناسالم. خب اما من که دانشجو بودم، حد اقل نرمال برای حد اکثر نرمال برای قند خون میدونید چند بود؟ من که دانشجو بودم یعنی که ما بین مثلا سال 75 تا 79 در اون سال، خیلی هم دور نیست، 20 سال پیش، کمتر از 20 سال شاید. حد نرمال ماکسیموم قند خون چقدر بود؟ 126. بعد اون یه دوره ای شد 110، ورژن های بعدتر سسیل هاریسون کردن 110، بعد اون شد 100. از شما میپرسم اگه یک ورژن جدیدی از هاریسون اومد و به شما گفت که ما یه بررسی دقیق تری کردیم، بهترین حد برای اینکه بیمار رو از آدم سالم افتراق بده 106 مثلا، فرض محال که محال نیست، این دفعه یک کمی بالا بره، تا حالا همش پایین اومده، این دفعه بگن آقا ما زیادی احساس بد مریض بودن در بیماران ایجاد میکنیم اولا، ثانیاً حد فاصل 100 تا 106 ما یه آمار بزرگ گرفتیم از مثلا 360 هزار نفر در چندین سنتر بزرگ دنیا، به این نتیجه رسیدیم که تا 106 رو میشه نرمال تلقی کرد. معنیش میدونی چیه؟ جمعیت کثیری به اندازه صدها هزار نفر که تا دیروز اون روز دیابت داشتن از اون روز به بعد سالم محسوب میشن، و بعد به این صد و خورده هزار نفر به زبانهای مختلف و عجیب و غریب دنیا پزشکانی که درمانشون میکنن بهشون توضیح بدن که چه شد که من تا به حال به تو میگفتم مریضی، ولی از حالا به شما میگم آقا تو سالمی، برو زندگی تو. چجور باید بهشون توضیح دارم؟ این یکی از اشکال. بعدم مسئله فقط قند خون که نیست، فشار خونم همینطوره، سطح کلسیم و فسفرم همینطوره، سطح سدیم هم همینطوره، چربی خونم همینطوره. مگه سر چربی خون همین اواخر جنجال بزرگ بپا نشده؟ یا خبر دارن الان میگن که کلسترول حیوانی 20% هم نسبت به اون کسایی که کلسترول حیوانی نمیخورن حتی حالشون بهتر بود. بین هم یه کله بخورید. یعنی اصلا ناگهان همه چی انگار به هم میریزه. بعدم مطالعات گذشتر هم که شما نگاه میکنید در این مورد، هر کدومشون ظاهرا مطالعات قوی به نظر میرسن، این مطالعه جدیده هم یه مطالعه پاپولیشن بیسد خیلی درست حسابی به نظر میرسه. خب الان ما چی کار کنیم؟ به مریضامون چی بگیم؟ بالاخره میپرسن هر روز ازم آی دکتر بالاخره ما کره بخوریم نخوریم نفهمیدیم؟ شما که خودتون به ما میگین کره نخور بخور، کله پاچه میگه نخور صبح ببینید تو صف کله پاچه. واقعا راست میگن. سیگار که میگین نکش، بعد یهو میبینی آشک خودتون سیگار میکشید. بالاخره فازتون چیه؟ تکلیف ما روشن کنید. الان هم که تا حالا میگفتی که چربی بده، الان دیروز اخبار گفت چربی خوبه. بالاخره ما به کدوم ساز شما برخسیم؟ این اشکال این مدل نگاه، یعنی شما نرم هاتون دائما در معرض تهدید، هر لحظه ممکنه شما خودت هم حتی اگر داروی فشار خون می‌خوردی از فردا تبدیل به یک آدم سالم بشی یا برعکس. خب یه مسئله دیگه، مسئله تفاوت این سه تا اصطلاح با هم دیگه است. ما وقتی در پزشکی میگیم دیزیز وجود داره در یک فردی، معنیش اینه که ما معتقدیم او بیماره، اما لزوما ممکنه خودش چنین اعتقادی نداشته. مثل کسی که چربی خونش یک کمی بالاست، شما یه آزمایش دارید کلسترولش 260، ازش میپرسید چطوری؟ میگه من که از تو بهترم. چی نیست؟ بنابراین دیزیز داره ولی سیکنس نداره، خودش خودش رو بیمار نمیدونه.
البته از یه آدم مانیاک بپرسی که تو چطوری، که میگه بابا تو که اصلا حالت بده، من خوبم، تو نمیدونی من چقدر خوبم. دیدید دیگه اگه رفتید بخش آموزشی دید. من یه یادم دانشجو که بودم، یه مریضی پیاده از تبریز تا مراغه رفته بود. اینا دو تا دوقلو بودن، دو تا برادر دوقلو بودن، هر دو مانی داشتن. پدرش اینا رو آورده بود، چون اینا خیلی بالاخره اکتیویتیشون زیاد بود. یه پدر مسنی هم داشت از یه روستای اینا رو می آورد. این تا به این یکی برسه اون یکی در رفته بود و سه روز این گم بود. بعد سه روز اینو تو مراغه پیدا کرده بودن. از حیات بیمارستان رازی تا مراغه پیاده رفته بود و واقعا پیاده رفته بود. زیر پاهاش تاول بود. ازش میپرسیدی چطور بود؟ گفت نمیدونستی که اصلا من رو هوا را میرفتم، رو زمین نبودم که. میگفتی پس چرا پاد تاول شده؟ گفت بالا من یادم نمیاد، من فقط تو مراغه توی یه پارکی نشستم، بقیه را حال تو هوا بودم، اینجا یک کمی بالاتر از زمین را میرفتم. خب اون که خودش معتقد حالش خوبه. اون البته بماند، برای اینکه اون اینسایت نداره. ما خیلی از کسانی که اینسایت دارن، اینسایت دارن، چون میتونید بفهمید، ولی میگه من چیزی رو سالم خوبه. مثالش هم که انقدر زیاده که من فقط یکیشو کلسترول رو حساب زدم، شما بگیرید از خیلی چیزایی فشار خون، چون میدونم قند خون یا خیلی از این. خب و اتفاقا این کمی کارو سخت میکنه دیگه، واقعا کمی کارو سخت میکنه. بیمارانی میان پیش ما واریکوسل دارن، واریکوسل کاملا بدون درد. علت اومدنشون اینه که ناباروره. بعضیشون حتی ازدواج هم نکردن. تا یه چیزایی راجع به واریکوسل شنیدن، اومدن پیش ما. مثلا ما معاینه می‌کنیم، واقعا واریکوسل تیریتی دیگه، کانتش پایین اومده، موتیلیتیش پایین اومده. خب چاره چی آقای دکتر؟ عمل. بابا من که اصلا تو دیر خاله چه خوب بود که آخه من آدم سالم برای چی بهم عمل بشن؟ شما نمیتونید خوب قضیه رو راحت بهش توضیح بدید. خیلی باید وقت بذارید تا بگید تو نمیدونی، تو مریضی. میدونی یعنی واقعا کار سختی. بنابراین سیکنس، تفاوت سیکنس با دیزیز. ایلنس این وسط چیه؟ ایلنس چیزیه که جامعه قضاوت میکنه در مورد آدم. جامعه هم ممکنه نه از دید حتی لزومن پزشکی، ولی جامعه بگه که این آدم حالش خوش نیست، ولی حتی ممکنه که اون آدم خودش هم به پزشک مراجعه نکنه، برای اینکه معتقد نیست حالش خوش نیست، و اگر هم مراجعه بکنه پزشک لزوماً اون رو در یک کاتگوری بیماری خاصی قرار نده، البته در خیلی از موارد ممکنه قرار بده. بنابراین این سه تا کلمه اگرچه ترم تخصصی شاید به اون معنی نیستن، اما به معانی مختلفی استفاده میشن و تفاوت‌ها رو نشون میدن در اینکه وقتی که ما به سادگی میگیم یک اختلال کارکرد وجود داره، قضیه اصلا ساده نیست. اختلال کارکرد از دید چه کسی وجود داره و دید اون آدم چقدر سندیت داره. اگر مریض میگه من هیچیم نیست، این هیچیم نیست واقعا سندیت داره؟ مریضی که یه دونه آنوریسم 9 سانتی متری آورت توی شکمش داره و اصرار داره که من هیچیم نیست، شما باید بگید باشه، اگه شما فکر می‌کنید هیچیم نیست پس من موافقم. واقعا اینطوره. اون مثل یه بمب ساعتی، هر لحظه آماده پاره شدنه و مریض چند دقیقه بیشتر زنده نمیمونه، اگه ممکنه به دقیقه هم نکشه اگه اون پارگی اتفاق بیفته. بنابراین این مفاهیم هیچ کدومشون به تنهایی کافی نیستن، یعنی ما به توجه به هر سه این مفاهیم رو نیاز داریم. آیا مدل مکانیکی توصیف کاملی از بیماری ارائه میده؟ بر اساس اون چیزی که گفتیم و یه بخشیشو خواهیم گفت، در واقع نه، توصیف کامل ارائه نمیده. آیا بخش جدایی ناپذیر از بیماریه؟ به نظر میاد البته بله، توصیف بایومدیکال حتما بخش جدایی، یعنی در نگاه بایومدیکال در بسیار از بیماری ها اشکالی اتفاق میفته، ولو ما در مورد بعضی از بیماری ها از جمله مثلا در بیماری های روانپزشکی نتونیم همه چیز رو لزوماً به یک نگاه بایومدیکال در واقع تقلیل بدیم، ولی اقلا میدونیم که در قالب بیماری‌ها این اتفاق میافته. اما میشه یه مدل انسان گرایانه تر رو هم در نظر گرفت که انقدر مکانیکال به قضیه نگاه نمی‌کنه و به جای نگاه صرفاً مبتنی بر اویدنس، یعنی اینکه شواهد میگوید که انقدر درصد از آدم‌ها اینطوری هستند بنابراین اون 95% اینطورن و اینا،
یا اینکه شواهد میگوید که این دارو 7% از اون یکی دارو موثرتره، بنابراین این دارو رو میدم، یا نسبت به پلاسبو موثرتره و حتی میشه. در مقابل اون نگاه پیشنت سنترد وجود داره، یعنی مبتنی بر محوریت بیمار، نظرش مهم مبتنی بر محوریت بیمار. در این اسلاید شما رو دعوت خواهم کرد که شرح حال این خانم رو بخونید. خب ساده است دیگه. خب اونایی که وارد بالین شدن چه پیشنهادی داری؟ هیچ که الان دیگه تو بالین نیست ها؟ خانم میان سال خانه داره، از همسرش جدا شده، با شکایت عصبی میره پیش روانپزشک و میگه که نمیتواند برای زندگیش هدف بیابد. فرزندانش مستقل شدن و رفتن دنبال زندگی خودشون، دوستانش رو از دست داده به خاطر اینکه همسرش رو از دست داده، با خیلی از اونها که خب هنوز بالاخره به صورت زور زندگی میکنن نمیتونه راحت برنامه‌های مکرر بذاره و اغلب تنهاست و دائما احساس اضطراب داره. به این بیماری برای بهبود او چه پیشنهاد میکنه؟ چه کار میکنید با اضطرابش؟ رفتار درمانی، مشاوره برای بهبود اضطرابش، درمان‌های ضد اضطراب. باشه، به صورت پزشکی بعد بعد به صورت پزشکی اینجا بدیم به روانشناسی بده که مثلا کلاسات شکل رفتن صحبت کنیم که اضطرابش درمان بشه. دارو درمانی هم باید یا حداقل میشه گفت میتوانیم انجام بدیم برای از بین بردن اضطراب. این رویکرد که این نگاه رو داره و شما تقریبا اغلبتون در اون شریک هستید، اونایی که اظهار نظر کردن بهش میگن رویکرد طبیعتگرا یا تجربه گرا. بازم این دوتا اصطلاح لزوما عین هم نیستن، در ترمینولوژی فلسفی هم با هم فرق دارن، ولی کم و بیش در این موردی که ما الان داریم صحبت میکنیم اتحاد نظر، اشتراک نظر دارم. روی کرده طبیعتگرا یا تجربه‌گرا به شما میگه که ما همه چیز رو از طبیعت، از تجربه به دست میاریم، اون چیزی که تجربه شدنی نیست اصولا قابلیت تبدیل به علم رو نداره حتی در رادیکال‌ترین نگاه‌ها، و بنابراین مشخصه دیگه. این بازم مثل اون چیزی که نگاه بیومدیکال به ما میگفت، این بالاخره از نرم خودش فاصله گرفته و در نتیجه باید تلاش بکنیم که استرابش از بین بره که به زندگی نرمالش برسه. یه اشاره خیلی کوچولو فقط به اصطلاح فلسفه قاره‌ای میکنم فقط برای اینکه یه ذره یادتون بمونه و بعد اگه لازم بود برید یه کمی مطالعه بیشتر کنید. فلسفه اروپایی که به هر حال مبنای اصلی فلسفه مدرن به نوعی از دوران رنسانس و بعد از دوران روشنگری به بعد هست، فلسفه اروپا است. فلسفه اروپایی به دو نهله اساسی تقسیم میشه. یک نهله اون رو که عمدتاً در انگلستان شکل گرفته و بهش اصطلاحا فلسفه آنگلو ساکسونی هم میگن، یا آنگلو بعداً چون به آمریکا رفته آنگلو آمریکن، ولی نام رسمی تری که براش استفاده میکنن فلسفه تحلیلی. فلسفه تحلیلی بازم نام دقیق تر و کامل ترش در واقع فلسفه تحلیل زبانی. فلسفه تحلیلی یا فلسفه تحلیل زبانی به طرفداران اون عمدتاً تجربه گرایان هم در داخل اون قرار میگیرن، مثل جان لاک، مثل دیوید هیوم و حتی آدم‌هایی که در همین قرن اخیر زندگی کردن و در فلسفه علم خیلی کار کردن، مثل کارل ریمون پوپر و
توماس کون. اینها به اون نگاه فلسفی تعلق دارن و اونا معتقدن که کار فلسفه تحلیل منطقی زبان و شما باید با حد اکثر وضوح سعی کنید صحبت بکنید، وقتی واضح صحبت بکنید در مورد همه امور، یا در واقع سعی کنید کلامتون رو واضح بکنید، نوشتارتون رو واضح بکنید و از حیث وضوح بخشیدن به مفاهیمی که ما در فلسفه باشون سر و کار داریم، در واقع علم فلسفه توسعه و پیشرفت پیدا می‌کنه. در نگاه دیگری که به فلسفه اصطلاحاً میگن فلسفه بر اروپا و به همین دلیل میگن قاره، یعنی به اون قسمت غیر جزیره بریتانیا تعلق داره، بهش میگن فلسفه قاره‌ای یا کانتیننتال، اونها نگاه یعنی دغدغه های غیر انتزاعی تری دارن و به مفاهیم دیگری، مفاهیم انسان گرایانه تری و نگاه های یکمی پیچیده تری از فهم انسانی در واقع تعلق خاطر دارن. از جمله اینها به افرادی مثل مارتین هایدگر در فرانسه، به ژان پل سارتر، بعد از مارتین هایدگر به شاگردش آقای هانس گور گادامر و هابرماس که تا همین اواخر زنده بود یا نمیم شاید حتی هنوزم زنده است، و به امثال اینها میشه اشاره کرد. اینا حرف حسابشون چیه؟ اینا حرف حسابشون از جمله اینه که اضطراب آدمی اصلاً یک وضع بنیادین بشری. شما اضطراب رو ممکنه در یک بیماری به صورت بیمارگونه به دلیل کاملا نامشخص داشته باشید، ولی اصولاً بشری که اضطراب وجودی مشترک در بین همه آدم‌ها رو نداشته باشه، اتفاقاً باید در مورد سلامتیش تردید کرد. از این نگاه کمی این جمله، این کلمه وضع بنیادین ذهن مربوط به سورن کیرکگورده که در حدود 200 سال پیش یا یکمی بیشتر در دانمارک زندگی کرد و در 42 سالگی فوت کرد و تا 100 سال دیگه هم کسی خیلی ترهی در فلسفه براش خورد نمی کرد، ولی ناگهان از حدود 100 سال بعد از فوتش اهمیت گفته‌هاش به تدریج بیشتر و بیشتر شد، به طوری که الان در فلسفه اگزیستانسیل یا فلسفه وجودگرایی که مختصری در موردش توضیح خواهم داد، در واقع این پدر معنوی فلسفه اگزیستانسیل حسابش همین آقای کیرکگور. یکی از کسایی که شاید شما اون رو یه ذره بیشتر میشناسید به نام اروین یالوم، کیا میشناسنش؟ اروین یالوم با کدوم کتابش معروفه؟ وقتی نیچه گریستش معروفه، ولی بعداً کتاب‌های متعدد دیگری ازش ترجمه شد، کتاب‌های بسیار خواندنی هستن، تعدادی از اونها در قالب رمانن. این آدم روانپزشکه، اگه اشتباه نکنم دانشگاه استنفورد و سن سال بالایی داره، الان فکر کنم 82 سالشه، ولی خیلی همچنان از نظر ذهنی فعال، نوشته‌هاش هنوز داره بیرون میاد و شاید نمیدونم الان دیگه نزدیک به 10 تا داره میشه کتابایی که ازش به فارسی ترجمه شده. و نگاه خیلی چیزی داره، خیلی موشکافانه‌ای داره و برای بیان مفاهیم فلسفی که در ذهنش هست، در اینها تجاربی که از بیمارانش به دست آورده، قالب رمان رو خیلی وقتا انتخاب میکنه و به زیبایی واقعا این کار رو میکنه. در یکی از کتابهاش که اتفاقا رمان نیست و اسمش هست هنر درمان، در اون کتابش و البته در یک کتاب بزرگترش به نام روان درمانی اگزیستانسیل که کتاب بزرگترشه، اشاره میکنه که چهار مفهوم مرگ، انزوا، بی‌معنایی و آزادی، اینا چهار مفهوم اگزیستانسیلی هستند که اضطراب وجودی در آدم ایجاد می‌کنه. مواجهه با اینها اصلا آدمو مضطرب میکنه و این جزء ساختار ذهن ماست که مضطرب بشیم در ارتباط. بعضی از اینا رو ما میتونیم بفهمیم احتمالا که چگونه ممکنه ما رو مضطرب بکنه. کم و بیش در فکر کردن به مرگ ما میتونیم بفهمیم که آدم چطور مضطرب میشه، یا در انزوا اگر کلمه تنهایی رو به جاش به کار ببریم. البته این وقتی در مورد تنهایی داره صحبت میکنه، در مورد تنهایی وجودی، تنهایی اگزیستانسیل به معنی تنهایی در تصمیم، شاید بشه گفت تنهایی در تصمیم. شما در زندگی خودتون راه سازید، نه راه رو، نه راه پیماینده، راه سازید. شما در هر لحظه تصمیم میگیرید
و به واسطه هر تصمیمی که میگیرید تصمیم‌های دیگر کنار میذارید. در نتیجه به این معنی هیچ کار نکردن شما هم یک کار کردن. شما وقتی هیچ کاری هم نمی کنید، گزینه‌های دیگر مربوط به انجام دادن فلان کار و فلان کار و فلان کار کنار میذارید. در نتیجه هیچ کار نکردن کار کردنه. مثل اینکه در انتخابات میگن رأی ندادن هم یک کاره. فکر نکنید شما از سر قهر وقتی رأی نمیدید در واقع در این کار مشارکت نمی کنید، بلکه به معنی سلبیش در واقع دارید مشارکت می کنید با رأی ندادنتون. این همینه، شما در هر تصمیمی ولو تصمیم به بیعملی دارید مسیری از زندگیتون رو تعیین می کنید و مسئولیت این کار صرفاً و صرفاً با خودتونه و بنابراین به این معنا شما یه تنهایی دارید، یه تنهایی اگزیستانسیلی دارید که این استراباور. البته شما اگه خیلی عمیق به این قضیه نگاه بکنید که چقدر در تصمیم گیری های مکرر مکرر مکررتون تنهایی به مسئولیت همه این کار رو با خودتونه، خواهید دید که البته استراباوره. بالاتر از همه اینا البته بی‌معنایی هم هست، ولی آزادی. ژان پل سارتر یه جمله‌ای داره میگه که انسان محکوم به آزادی است. خیلی جمله عمیقه، یه جمله پارادوکسیکال به نظر میرسه، ولی اینجا معنیشو میتونید بفهمید. وقتی میگه محکوم به آزادی، شما آزادید ولی ناچار به آزادی هستید. شما هر لحظه باید تصمیم بگیرید، راهی هم غیر از این ندارید. به این معنی که گفتم شما اگه هیچ کارم نکنید گویی دارید تصمیم میگیرید که هیچ کار نکنید، بنابراین شما محکوم به آزادی هستید. از این آزادیتون باید ببینید چطور میتونید استفاده بکنید. به این معنا آزادی البته استراب آوره. بنابراین این استراب، این تعریف از استراب، استراب وجودی، استراب اگزیستانسیه، اون چیزیه که این خانم اسلاید قبلی ازش رنج میبره. بیمعنایی، کلمه کلیدی که در اونجا وجود داشت کلمه بیمعنایی بود. بنابراین این نگاه معتقده که شما چرا اصلا باید این استراب رو درمان کنید؟ چرا باید این استراب رو درمان کنید؟ این استراب آخرین نخ متصل کننده این مریض به دنیای پیرامونشه که داره توش زندگی میکنه. یک کس دیگه ای که به همین نهله فلسفی و روان پزشکی تعلق داره آقای ویکتور فرانکل. کتاب معروفش چیه؟ زنده باد. کی گفت؟ شما بود. انسان در جستجوی معنا، کتاب آقای ویکتور فرانکل، کتاب بسیار خوندنیه. ویکتور فرانکل تو اون کتابش البته به طور ضمنی به این مفهومی که من دارم میگم میخوام بگم اشاره میکنه، اما تئوریسین این مدل درمان افسرده هاست. میگه افسرده ها رو مینشسته بهشون میگفته که خب باشون مصاحبه میکرده و این نتیجه میرسید که افسردن. میگفته خب به خودکشی فکر میکنی؟ خب بسیار از اینا میگفتن آره. ازشون نه به صورت همینجوری در حدی که جوابش رو بگیره، بلکه به صورت کاملا جدی ازشون میپرسید که خب تو که اینقدر به خودکشی فکر میکنی چرا خودکشی نمیکنی؟ منظورش این نبوده که پاشو برو خودکشی کن، واقعا اون چرا رو میخواسته بدونه. چی باعث میشه با وجود اینکه فکر خودکشی داری خودکشی نمی کنی؟ این سوال مهمیه. این آخرین نخ متصل کننده اون آدم به دنیا رو بهش نشون میده و بعد روی اون آخرین نخ کار میکرد. یکی میگه من فقط بچم جلو چشمه، اگه بچم نبود من خودم رو کشته بودم، و در نتیجه روی اون کار میکنه. اگر شما سن و سالتون قد بده یک دردهای پیر مردا رو در بیارم بد نیست، یه فیلمی مرحوم عباس کیارستمی داشت که خیلی معروف شد به نام طعم گیلاس. دیدین طعم گیلاس رو؟ چند نفری دیدن؟ طعم گیلاس اصولا یه چیزی مثل همین بود، یعنی یه کسی رو که فکر خودکشی جدی داشت و فقط دردقش این بود که جسد من رو دیگه حیوانا نخورن، یکی باشه بعد اینکه من خودم کشتم بیاد منو چال کنه، قبرم هم خودم میکنم، یه پولی هم میدم، فقط یک بدکم خاک رو من بریزه و سلام. رفت یه نفر رو پیدا کرد که تو بالا غیرتن بیا مردونگی کن منو چال کن بعد از اینکه من میمیرم. ولی همون آدم
نادان به یه فیلسوف تبدیل شد، به یه فیلسوف نخونده، به یه فیلسوفی که فیلسوف تجربی، و با طعم گیلاس و با تأکید بر طعم گیلاس سعی میکرد به این یاد بده که دیوانه، برای چی باید خودو بکشی آخه؟ تو گیلاسو خوردی؟ اینه که میذاری تو دهنت میجوی، اون صدایی که زیر دندونت میده، اون طعمش رو یه بار یادت بیار. آخه تا وقتی طعم گیلاس هست تو دیوانه، چرا باید بری خودتو بکشی؟ و با تأکید با یه مفهوم خیلی غریب، با تأکید برای مفهوم خیلی غریب مثل طعم گیلاس، مرگو به زندگی تبدیل کرد. و شما نباید این آخرین نخای متصل کننده رو فراموش بکنید. اینا چیزهای مهمی هم در بیمارانتون باید بعدها واقعا به این چیزها توجه بکنید. بنابراین سوال اساسی در مورد این بیمار این نیست که چجوری استرابش درمان بکنید، بلکه سوال اینه که آیا اصلا استرابش درمان بکنید، برای که این استراب واقعا بند متصل کننده این بیمار به این دنیاست، برای که در جستجوی معناست. به این مفهوم شما اگر استراب اینو درمان بکنید، ممکنه بیمار دیگه اون حداقل توانی رو که هنوز داره برای اینکه به زندگیش معنی ببخشه از دست بده و واقعا ممکنه به طرف افسردگی و حتی خودکشی بره. چرا که نه؟ خب هرمنوتیک یا نگاه تأویلگرا هم به شما میگه که فهم پدیده ها از راه هرمنوتیک امکان پذیر. هرمنوتیک یعنی ما وقتی به یک واقعه نگاه میکنیم، تأویل خودمون رو از اون واقعیت بهش اضافه میکنیم و مجموع اینا میشه فهمی که ما از حقیقت داریم. بنابراین هیچ کدوم ما حقیقت بیواسطه رو به اون معنی، شبیه اون چیزی میشه که افلاطون میگفت، ولی افلاطون در نهایت در نتیجه گیری از این نگاه فاصله میگیره. بنابراین نگاه هرمنوتیک و فیلسوفای هرمنوتیسیان که یکی از مهمتریناشون همون آقای هانس گورگ گادامره، اینا به شما میگن که فهم حقیقت بدون دستیازیدن به تأویل اون فردی که داره حقیقت رو میفهمه یا تلاش میکنه بفهمه امکان پذیر نیست. خب آیا هرمنوتیک به یافته های تجربی اهمیتی نمیده؟ یعنی میگه آقا ما با ذهنمون، با تأویلی که ذهنمون داره حقیقت رو میفهمیم، پس بنابراین تجربه ما دیگه این وسط چه اهمیتی داره؟ من فرش رو لمس میکنم و خیلی اهل فرش ابریشم. اصلا 30 سال کار من چونم بافتن و تجارت و چونم خرید و فروش فرش ابریشم. یه فرش ابریشمی رو لمس میکنم، میگم این خوب نیست، این نرمی کافی رو نداره. اما یه نفری که کارش این نیست، همون فرش رو لمس میکنه، میگه چه فرش ابریشم، واقعا فرش ابریشم یه چیزی دیگه است. هرمنوتیک این دوتا آدمه که فرق میکنه دیگه، ویلی که از اون چیزی که حس لامسه به اونا میده با هم دیگه فرق داره. مگه فرش همون فرش نیست؟ فرش هم عین همون فرش، ولی تعویل این آدما از اون فرق میکنه. آیا معنیش اینه که دیگه پس این نیم لمس ما اصلا این وسط چه کار است؟ نه، اصلا اینطور نیست. گادامر کتاب بزرگش که در این زمینه وجود داره اسمش هست حقیقت و روش. آخر حرفش به نقل از یکی از اساتید بزرگ فلسفه دانشگاه شهید بهشتی، آخر حرفش اینه که حقیقت بله وجود داره، اما همه حقیقت از متد به دست نمیاد. حقیقت آری، روش لزوماً نه. بخشی از اون چیزی که ما بهش میگیم حقیقت از هرمنوتیک ما از اون حقیقت دست میاد. البته که یه چیزی اینجا وجود داره، البته که من یه ورودی به ذهنم از طریق لامسم دارم، بنابراین به این معنی دیگه از دید منی که حتی به فرشم خیلی مسلطم و کارم ابریشمه، ابریشم البته با سنگ فرق داره، با تخته فرق داره، حتی با پارچه پشمی هم فرق داره. لامسم البته یه ورودی به ذهن من میده، ولی ذهن من با تأویل من اون ورودی رو میفهمه. بنابراین من به این معنی ممکنه به همون فرش دست بزنم، خیلی خوشم میاد، خوشم بیاد یا خوشم نیاد.
برگردیم به طبابت. شرح سه تا بیماری رو که هر سه تا زخم دوازدهه دارن و درد شکم برای شما در سه سطر نشون خواهم داد و شما به من بگید که در این سه تا بیمار چه میبینید. یکی یکی. بیمار اولی سوابق قبلی مشابه مکرر داره، قبلن هم اینطور شده. عمد رو به عنوان اتفاقی که الان داره میفته خیلی راحت تر میپذیره، به درمان داروی شما اعتماد میکنه. کما بیش اگه باش صحبت بکنید به شما خواهد گفت که علائم در عرض احتمالا چند روز با درمان شما فروکش. این بیمار اول. بیمار دوم بار اولشه که اینطوری شده، نگرانی برای زندگیش داره و یک نگرانی، یک عامل مهم نگرانیش هم از دست دادن برادرش در ماه‌های اخیر به دلیل سرطان. سه، بدون واهمه ولی آشفته است. یعنی از بیماری ترس نداره ولی آشفته است، چون شنیده که عامل زخم دوازدهه فشار روحی و عصبیه و این باعث میشه که نگرانی از ارتقای کاریش داشته باشه. در معرض ارتقای شغلی قرار داره ولی میترسه که بستری شدن یکی دو روزش برای این بیماری در مدیرانش این تلقی رو ایجاد بکنه که این بابا این مهم ارتقاش بدیم مثلا درجه مدیریتیش، این که از حالاش استرس پدر دودلومش رو در آورده پس دیگه بلش کن ارتقاش نمیده. ببینید تعویل سه تا بیمار از یک بیماری ثابت چقدر متفاوت شد. اتفاقی که افتاده اتفاق مکانیکال، اتفاق بایومدیکالی که افتاده در مورد هر سه اینا یکیه، ولی چقدر فهم این سه نفر از اون چیزی که در وجودشون هست متفاوته و هرمنوتیک اینجاست که خودشو نشون میده. یک مفهوم نزدیک به اون چیزی که در مورد هرمنوتیک گفتم مسئله حقیقت عینی و حقیقت ذهنی. دو تا سوال: آیا حقیقت عینیه، یعنی در عالم واقع بدون وابستگی به وجود ما وجود داره؟ و دومی که آیا حقیقت در ذهن ماست و ربطی به عالم بیرون نداره؟ کدوم یکی از اینا درسته؟ برای فهم بهتر این قضیه یه سوال مطرح میکنم و بعد یه ویدیو دو دقیقه و نیمی به شما نشون خواهم داد. اول به این سوال جواب بدید. روشنه دیگه؟ کیا میگن ساختمان های بلند؟ یعنی بقیه میگن ساختمان های کوتاه. آره؟ قشنگ بلند کنیم. کیا میگن ساختمان های بلند بیشتر آسیب میبینن؟ کیا میگن ساختمان های کوتاه؟ ممکنه یه دم بگن به بلند و کوتاهی ساختمان ها رفت نداره مثلا. آره داریم چنین کسی هم؟ به بلند و کوتاهی رفت نداره. خب به این ویدیو نگاه کنید. صدای ویدیو رو میتونید داشته باشین؟ خب حالا خیلی هم مهم نیست، البته تصاویر تقریبا گویاست. ولی حالا اگه صداش میداشتیم که خب انگلیسی البته. این برای نشون دادن پاسخ این سوال ما این وسیله رو ساخته. چهار تا در واقع ارتفاع مختلف رو درست کرده و زیر کل این مجموعه چرخ گذاشته برای اینکه به وسیله چرخ بتونه بفهمه که بلندترا بیشتر صدمه می‌بینن یا کوتاه‌ترا. همه اینا قابلیت نوسان دارن دیگه، چیزی که قاعدتا در زلزله اتفاق میفته. کسی این ویدیو رو دیده؟ حالا خب خوبه که نه. اونایی که میگفتن کوتاه کیا بودن؟ شما بودین. اونا که میگفتن بالا اونا هم درست بودن. خب ببینید این با فرکانس های مختلفی اینو عقب جلو میکنه و اینجا خیلی راحت معما تو حلگش آسان شود. اینا مثل دیاپازون عمل میکنن. بر اساس اینکه فرکانس اون حرکت چقدره، هر ساختمانی مثل یه دیاپازون اون فرکانس رو که باش تطابق داره میگیره و در نتیجه هر ساختمانی با یک انواعی از زلزله ها ممکنه بیشتر در معرض خطر باشه.
بنابراین حتی اینطور نیست که بگیم که طول ارتفاع ساختمان به شدت ضربه ارتباطی نداره، بلکه باید بگیم که ارتباط بین این دوتا معطوف به فرکانس اون لحظه است. جواب خیلی ساده است. این واقعا برای زلزله است، یعنی برای بازی نیست. این آدم استاد زلزله یکی از دانشگاه های انگلیسی اگرش رو برگردم به اسلاید ها. الان با دیدن این مسئله شما جواب هایی دادید که میشه گفت همشون درست در اومدن، هم در واقع اگر درستش رو بخواییم هیچ کدومشون درست در نیومدن. چرا؟ برای اینکه به یه عامل دیگه این مثلا توجه نکرد. حالا سوال من اینه، در مورد این چیزی که دیدید حقیقت در عالم بیرونه یا در ذهن ماست؟ به نظر میاد حقیقت بدون اینکه به ذهن ما ربط داشته باشه در عالم بیرون اتفاق. حالا به این مثال توجه کنید. این داستان خیلی بامزه است و در کمال تعجب واقعی. یکی از دوستان من که چشم پزشکه و کمابیش هم سن و سال منه تعریف میکنه که از یکی از اساتید یکی از دانشگاه های تهران تعریف میکنه که یکی از اساتید بسیار به نام و شناخته شده یه چشم یک مریض رو عمل کرده بود و در این دوره که این استاد در ایران نبود مریضش برای کنترل اومده بود پیش من و من چشمشو معاینه کردم، عمل کاتاراکت شده بود. چشمشو معاینه کردم، دیدم به خاطر عارضه‌ای که ظاهراً حین عمل پیش اومده، اصولاً این مریض دید خوبی نداره، به اضافه اینکه اصولاً رتینش هم ظاهراً قبل از اینکه عمل بکنه به دلیل مثلا رتینوپاتی دیابتی اصلاً رتین خوبی نبوده. در مجموع مریض قبل عملش با بعد عملش تفاوت خیلی زیادی از نظر دید براش نداره. و مریض عملاً با یه چشمش در حد لایت پرسپشن، یعنی فقط وجود نور رو حس میکنه، میشه گفت نابیناست. میگفتش که ازش پرسیدم که خب چطوری؟ چشت چطوری؟ گفت خوب، خیلی خوب میبینم. میگفتم خب دستتو بذار روی این چشم دیگت تا ببینم چطوری. گفت نه آقای دیگه، اونجوری که معلومه نمیبینم. گفتم خب پس تو چجوری میگی میبینم؟ گفت دکتر من به من توضیح داده. من گفت که من یک سیمی مثل یه عصبی رو از این چشت به این چشت وصل کردم و در نتیجه اگه این چشت رو باز نباشه دیگه این چشت نمیبینه. شرط این که این چشت ببینه اینه که این چشت باز باشه، چون من از پشت این رو به هم وصل کردم. و مریض بیش از یک سال بود که عمل شده بود و با این داستان ساختگی کاملا از عمل چشمش راضی بود. خدا رو شکر دکتر تو بالاخره حل کرده دیگه مشکل سیم کشیدن. فعلا کاری به این ندارم که این حرف دکتر اصلا مثلا اخلاقا درسته، یعنی اینو در قالب امید دادن به بیمار طبقه بندی بکنیم یا در قالب اصلا فریب بیمار. میشه در موردش صحبت کرد، میشه خیلی در موردش بحث کرد، وارد این بحث نمیشم. هر هم چیز دیگه ایه. سوال مهم، سوال مربوط به اون ویدیو رو دوباره تکرار میکنم. اولا نقش اتوریته پزشک در باور بیمار، چون اون پزشک یک پزشکی که برند حساب میشه در جراحی چشم، اون میتونه اون حرف رو بزنه. وگرنه من اگه مثلا یه مریض رو اونطوری عمل بکنم احتمالا به این سادگی مریضم از من اینو نخواهد پذیرفت. این یه عامل مهمیه. بنابراین نقش اتوریته. بعدی نقش نگاه جادو انگارانه در فهم بیمار از سلامت خودش. این مطلب از جانب خودم دارم روش تاکید میکنم. هنوز خیلی به صورت مدون در جایی اهمیت مسئله ماجیکالیتی رو در پزشکی و در نتیجه تبابت، نتیجه درمانهایی که ما میکنیم، من هنوز جایی ندیدم. نمیگم ذکر نشده، ولی اینطوری که به صورت مدون گفته شده باشه. ولی من به نظرم میاد که واقعا چون از زمانهای قدیم، اون موقعی که پزشکی واقعا مثل معجزه بود، یعنی خیلی بیس علمی نداشت. الان پزشکی از یه جهاتی با مهندسی خیلی فرقی نداره، علم داره، شما میرید یاد میگیرید. الان در مورد این که حالا الان این جلسمون اسمش هنر توش داره و نقش هنر پس چی میشه، الان یه اسلاید دیگه نشون خواهم داد و من تقریبا به اسلاید آخرم دارم میرسم.
ولی اجالتاً بپذیریم که به هر حال پزشکی بخش مهم علمی داره. شما در پزشکی 400 سال پیش داستان اصلا اینطوری نبوده، یه چیز کاملاً دلی بوده دیگه، یعنی یه سری مهارت‌هایی بوده که یه چیزای جسته گریخته‌ای فهمیده بودن. حتی میدونید جراح‌ها که عمل می‌کردن و سنگ در می‌آوردن در خود اروپا، جراح‌ها یه چیزی مثل اینایی که مثلا میرن دندون می‌کشن تا همین اواخر تو ایران هم بودن، یعنی یه جور مثلا یه پزشکای دونپایه‌ای حساب می‌شدن، برای اینکه اونا مثلا یه کار زن حالا اینو میخی بزنه یه سیخی بزنه یه چیز ببر در بیاره، اینا اینطوری بود نگاه به اینا، نگاه اقلا نگاه جامعه پزشکی، اونایی که کار جراحی نمی‌کردن میگفتن ما مدیسینیم، مثلا ما پزشکیم، اینا نگاهش رو یه کمی تحقیرآمیز بود. از بعد از ارگانی شدن پزشکی، جراحی یواش یواش جایگاه پیدا کرد. معلوم شد واقعا برای بعضی از بیماری‌ها بهترین کار جراحیه. این به تدریج ایجاد شد. ولی حتی شما هر کدوم از این دوتا نظر رو در نظر بگیرید، پزشکی از دوران مدرن به بعد مفهومش بسیار علمی‌تر شده نسبت به قبل. ولی اون ماهیت جادوگونه پزشکی و درمان پزشکی هنوز در بسیاری از بیماری‌ها همچنان ادامه داره و ساری و جاریه. شما اگر به یه بیمارتون که مثلا در اثر مسمومیت با اوپیوم مثلا دچار اختلال هوشیاری شده، اگه نالوکسان بزنید که این آخرم بحثش یه کمی جنجالی شد، نالوکسان بزنید مریضتون در عرض 2 دقیقه پاش ناگهان بشینه و یه خمیازه بکشه، شما بالاخره درسته که شما میدونید که این یه آنتیدوت سریع اثره که میره گیرنده رو مهار میکنه فلان و فلان، ولی از دید مریض شما واقعا یه کاری در حد معجزه انجام یه آمپول میدونید ناگهان مریض پا میشه میشی. شما حتی زدن سرم به ورید بیمار به اندازه کافی برای بیمارا جنبه ماجیکال داره. چرا اینقدر سرم رو دوست داره؟ چرا فکر میکنید وقتی بیماری شدیده باید سرم بدید؟ باید شما با اینا مواجه خواهید شد. وقتی برید طرح داستان ها دارید. مریض هایی که حالشون بده با داروهای معمولی که خوب نمیشن که، اگه یه کمی بد باشه آمپول حتما باید باشه. اگه مثلا دیگه آه و واخ و اینجور چیزا داره که یه نفرم رفته زیر بغلش آورده پشت، اصلا بدون سرم این مریض درمان نخواهد. سرم باید بده. چرا اینطوریه؟ برای اینکه من فکر میکنم یه جنبه مهمش اینه که ناگهان یه لیتر آب غیب میشه دیگه، یعنی مثل چشمبندیه، منتها چشمبندی در مقیاس پزشکی دیگه، اینطوری به این شکل. این براش مشکل باتری پیش اومد، یعنی من اینقدر حرف زدم صداتون رساست. آره شاید خیلی احتیاج نباشه، حالا بهتره من گفتم سال بزرگی شاید برای این پزشکی نشست. خب به این معنا نقش نگاه جادو انگارانه در فهم بیمار از سلامتی خودش هم مهمه. مثالشو باز در مورد این مریض دیدیم، واقعا مسئله براش به یه چیز ماجیکال تبدیل شده بود دیگه، یعنی خیلی هم سواد نمیخواد احتمالاً که آدم یه کمی در صحت این گزاره شک بکنه که از پشت چشای من با سیم کشی به هم دیگه وصله. خیلی دیگه آدم باید ساده دل باشه تا اینو بپذیره. بنابراین اون ماجیکالیتیه که کمک میکنه به اینکه مریض این توضیح رو از پزشکش بپذیره. اما نکته مهمتر که میخواستم به اون تأکید بکنم اینه که حالا برخلاف اون چیزی که اونجا گفتیم که حقیقت بیرون از ذهن ما و مستقل از ذهن ما وجود داره، اینجا حقیقت این که بیمار فکر میکنه من خوبم یا خوب شدم یا چشم میبینه، این حقیقت آیا ذهنیه یا عینیه؟ تماماً ذهنیه دیگه. یعنی اصلا هیچ محملی برای اینکه شما فکر بکنید این عینیه وجود نداره. و میبینید که بسیاری از بیمارا در مرز این اکستریم، چون ما هممون به این میخندیم دیگه، یعنی به نظرمون واقعا کمدیه، این حد از حقیقت ذهنی برای ما یک کمی کمیک به نظر میرسه، اما اون حد از وضوح که هیچ ربطی هم به ذهن ما نداشته باشه و کاملا واضح باشه، اغلب پدیده هایی که اقلا ما در پزشکی میبینیم یه چیزی بینابین ایناست، یعنی یه جنبه هایی از ذهن ما هم انگار به اون اضافه میشه. کانستراکتیویست ها یا ساختگرایان معتقدن که اصولا ما هیچ راهی نداریم غیر از اینکه از پل در واقع حواسمون به حقیقت ها برسیم،
وقتی یه پلی این وسط وجود داره، لاجرم معنیش اینه که شما به حقیقت محض و به حقیقت عینی خالص دسترسی ندارید دیگه. اقلن حستون این وسط واسطه است. تازه حستون میره در مغزتون تحلیل میشه و اون حتی مهمتر هم هست. بنابراین ذهن شما اصولا قادر به این باز به اون چیزی که افلاطون گفته نزدیک میشه. ذهن شما اصولا قادر به درک خیلی خالص از حقیقتی که اتفاق میفته نیست. برای اینکه این وسط همیشه یه واسطه وجود داره. مثالش اینه که به شما بگن که آقا ما تا آخر عمرت یه نفر میذاریم دم در، تو از این در بیرون نمیری. هرچی از بیرون اطلاعات میخوای بگی اون نگهبانی که ما گذاشتیم اون بهت میگه. مثلا ازش بپرسی آقا هوا چطوره راستی الان شبه یا روزه؟ اون به شما میگه روزه. راهی نداری غیر از اینکه بفهمی. اگه اون نگهبانو حواسمون در نظر بگیریم یه کمی هم ترسناک میشه راستش. یه کمی ترسناک میشه. یعنی همیشه این وسط یه واسطه وجود داره. این حقیقتا هم بازم حواس سریع کنه. این حواس انسانی که یعنی تفکر ما که اصلا مفهوم این حقیقت سریع کنه. حقیقت وجود داره. حقیقت خودش بدون آره دیگه. یه دست فلاسفه انقدر جلو میرن که میگن که من آیا وقتی الان به یه مزرعه نگاه میکنم یه گاو میبینم سرمو که برمیگردونم اصلا اون گاو واقعا هنوز اونجاست؟ یه دی میگن شما هیچ جوری نمیتونید ثابت کنید اون گاو هنوز اونجاست. من میگم ممکنه اون گاو ها اصلا اساس وجودشون به این باشه تا وقتی یکی نگاهشون میکنه اونجا، وقتی سرشو برمیگردونه غیب میشه. میگن درسته که به نظر میرسه واقعا اونجاست، ولی شما هیچ جوری نمیتونی ایجابا اثبات کنی که اون گاو اونجاست. هیچ راهی نداره. بنابراین شما در این کامنتی که دادین به اون آدمایی که اونطوری فکر میکنن نزدیک میشید. این لزوما به معنی این نیست که اونا زندگیشون رو بر اساس این نگاه تنظیم میکنن. خیلی وقتا آدمایی مثل هیوم میگن بله ما میدونیم این قابل اثبات نیست، ولی اجالتا برای اینکه اموراتمون بگذره چاره ای نداره. باید اینطوری فکر بکنم. هیوم در این حد تسلیم میشه. میگه آره من تجربه گراهم. من میگم همه چی به تجربه است. ولی از اونجایی که واقعا نمیشه همه چیز رو اونجوری بلاواسطه تجربه کرد، من میگم بعضی جاها مجبوریم کوتاه بیاییم دیگه. چاره ای نداره. اموراتمون نمیگذره. خب یک کمی زیادی وارد بحثای فلسفی شدم، برمیگردم به بیماری. بعضی بیماری ها آثار فراتر از اون چیزایی که ما اونا رو بیولوژیک یا بیومدیکال میدونیم بر زندگی ما میذارن. یک بررسی روی بیمارانی که روی صندلی چرخدار هستن نشون میده که اونا میگن مسئله ما خیلی فراتر از اینه که قادر به انجام بعضی از کارا نیستیم به واسطه اینکه مثلا روی صندلی چرخدار هستیم. مثلا خیلی فراتر از این نگاه هایی که به ما میشه، نگاه کم و بیش ترحم آمیز یا گاهی حتی تحقیر آمیز دیگران، اینکه اصولاً اونها ما رو جور دیگه ای میبینن و اون جور دیگه دیدن اونهاست که یه سری محدودیت های دیگه ای رو غیر از اون محدودیت هایی که محدودیت مربوط به معلولیت ماست به ما تحمیل میکنه. و بنابراین مسئله فراتر از اینه که پای من قادر به حرکت نیست، بلکه اصولا وجود من، یعنی هویت من گاهی به واسطه نوع نگاه دیگران که متأثر از این بیماری منه تحت تاثیر قرار میگیره. بنابراین مسئله میره فراتر از یک مسئله زیست شناختی. رابطه دوستی، فشارهای دوره بیماری مزمن بر روابط ممکنه حتی مسائلی مثل خیانت، مثل بی‌اعتنایی در بیماران مزمنی که معلولیت‌های طولانی مدت دارن تبدیل به مسئله بشه و بنابراین می‌بینید که ابعادش ابعاد خیلی وسیع‌تری میشه. بعضی از بیماری‌ها که قابلیت سرایت دارن محدودیت شدید در ارتباط با دوستان ایجاد می‌کنند. بماند که بعضی از بیماری‌ها با وجود اینکه قابلیت سرایت ندارن به دلیل نگاه اشتباه دیگران که فکر می‌کنن شاید سرایتی وجود داشته باشه این اتفاق می‌افته. هنوز که هنوزه در بسیاری از در شاید در اکثر آدما مسئله این که آیا بالاخره این ایدز با روبوسی کردن منتقل می‌شود یا نه هنوز مسئله است. بنابراین شما خواهید دید که چقدر یه بیماری میتونه تأثیراتی که خارج از حیطه بیولوژیک واقعی خودشه روی
وضعیت سلامت حتی ذهنی و روانی فرد بذاره. دیدگاه سلامت در عین بیماری دیدگاهیه که یک کمی امید بخشتر از اون دوتای دیگه است. در واقع نگاهیه که به ما میگه که چگونه میشه بر اساس شرایطی که در بیماری داریم، ولو اینکه از بیماری رنج میبریم، اما در واقع تعدیلاتی در مدل زندگیمون ایجاد بکنیم که در عین بیماری هم بتونیم از اون چیزهایی که آدمای سالم میتونن ازش لذت ببرن و استفاده بکنن در زندگی، ما هم استفاده بکنیم. یه مسئله مهم هم مسئله مواجهه با مرگ در این بیماران، در بیماران به طور کلی، به خصوص بیمارانی که با بیماری های مزمن صعب العلاج مواجهن. اپیکور یه نگاه خیلی شیرینی به مرگ داره. کسی در مورد این که چه نظری داره شنیده؟ اپیکور معروفه که فیلسوف یونان باستانه که کمی در واقع بر اصالت داشتن لذت تأکید میکرد. البته تأکیدش از لذت، یعنی تعریفش از لذت، تعریف بسیار دقیقیه. اینکه لذت رو به معنای دون کلمه در واقع در نظر بگیریم منصفانه نیست در مورد اپیکور، در مورد کسان دیگه ای شاید، ولی در مورد اپیکور نه. اپیکور معتقده که وقتی که زنده ایم که مرگ در کار نیست، وقتی هم که مردیم که دیگه زنده نیستیم، دیگه مردیم، دیگه رفتیم. بنابراین اصلا چه لزومی داره ما اینقدر به مرگ فکر کنیم؟ اصلا مرگ و زندگی هیچ استکاکی با هم ندارن. ما فقط در مورد زندگی میتونیم صحبت کنیم. اصلا مرگ چیه؟ مرگ کی از مرگ خبر داره؟ نه اینکه کی از زمان مرگ خبر داره. اصلا چه بحثیه که در مورد مرگ وقتی هیچ چیزی دستمون رو نمیگیره و هیچ ربطی هم به زندگی نداره. اصلا مرگ از اون جایی شروع میشه که زندگی تموم میشه. بنابراین چه مناسبتی داره ما اینقدر وقتمون رو طرف مرگ بکنیم؟ ما فقط در مورد زندگی میتونیم صحبت بکنیم، اون چیزایی که دستمون بهشون میرسه. نگاه اغراق‌آمیزیه در نظر اول، ولی قابل کتمان نیست، یعنی قابل کنار گذاشتن نیست. این یه نگاه. غیر از اپیکور خیلی، البته خیلی فلاسفه مختلفی نظرهای مختلفی دادن. هایدگر یه نظری داره که گویی یه کمی تعدیل شده یه این نظر مارتین هایدگر، فیلسوف اوائل قرن بیستم و آلمانی، که نقطه تاریک زندگیش اینه که به حزب نازی پیوست. آره فکر کردم که دارید جواب میدید، برای همین مکس کردم. به حزب نازی پیوست در زمان جنگ جهانی دوم و به یه نوعی حتی به تئوریسین فلسفی اونا تبدیل شد، یا خواسته یا ناخواسته. ممکنه در اثر ترس از زندگی خودش بوده باشه، ولی به هر حال اونا در واقع حزب نازی خیلی در واقع از پیوستن هایدگر استفاده یا بگیم سوء استفاده کرد، ولی در این حال آدمیه که عقایدش اصلا قابل کنار گذاشتن نیست به این راحتی. نظرات درخشانی داره در واقع در سنت فلسفی قاره. هایدگر میگه که ما چون مرگ رو نمیتونیم ازش تجربه بلاواسطه به دست بیاریم، در نتیجه ما فقط میتونیم درباره نگاه مردم زنده به مرگ صحبت بکنیم و این تنها چیزیه که میتونیم. و این به نوعی شاید خیلی هم فرق با اون چیزی که اپیکور میگه نداره، اما شسته رفته تریه. دیوید یالوم هم در مورد نظرش درباره مرگ اشاره کردم. مرگ رو یکی از چهار وضعیت اگزیستانسیالی که میدونه که ما گریزی از مواجهه با اون نداریم، اما در این حال معتقده که مرگ اندیشی قابلیت اینو داره که به موتور محرکه زندگی تبدیل بشه. توصیف مفصلی در این مورد داره، حرفای خوندنی داره اگر علاقه‌مند بودید. من یالوم رو بیشتر از بقیه کسایی که اینجا اسم آوردم توصیه می‌کنم، برای اینکه زبان غامزی نداره، امروزی‌تره و میتونه در قالب شیرین‌تری در مورد مفاهیم عمیق با شما صحبت کنه. اینو بخونید. رسیده باشیم که نه، البته که اینطور نیست. درک رنج این بیمار واقعا فراتر از اینه که شما خصوصیات بیماری و عوارض و عوارض درمان و این چیزها رو بدونید بگید این بیماریش اینه.
برای فردی که 35 سالشه و هنرپیشه تئاتره و سرطان متاستاتیک داره، خود بیماری یک درد سره، کیموتراپی که باید بشه یا جراحی که باید بشه بر روی فرم بدنش تاثیر میذاره که بدنش ابزار کارشه، ابزار کاری که اتفاقا خیلی دلیه، خیلی هنریه، یعنی خیلی به اعماق وجودش وابسته است. مثلا چسب زدن لبه پاکت تو اداره پست نیست، هنرپیشگیه، خیلی فرق داره، خیلی به اعماق وجودش در واقع رخنه کرده و شما ابزار مهمی برای انجام این کاری رو که اینقدر به عمق وجودت ربط داره رو از دست بدی، کیموتراپی کنی، موات بریزه، جراحی کنی، برستتو بردارن، لاغر بشی، کاشکتیک بشی، تمام این، یعنی شما وقتی به نگاه این آدم به بیماریش یک کمی متمرکز می‌بینی که متمرکز بشی، می‌بینی که منشأ رنج بیمار تعبیری است که او در مقام یک انسان که در خیش تأمل می‌کند از وضع خودش دارد و به این معنا بیماری تمامیت فردی او را تهدید می‌کند. مسئله خیلی فراتر از سلامتی یا حتی جان بیماره، تمامیت فردی شده. اما بالاخره علم یا هنر، این ورژن پاورپوینت البته ظاهراً فونت های من رو یکمی تغییر داده، برای همین هم این علم عینش مونده زیر تصویر و یه جوک جالب ایجاد کرده، لم یا هنر، یعنی علم رو به یه چیز خیلی خوبی تا خیلی شیرینی تبدیل کرده دیگه، میتونید لم بدید و فکر کنید در حال پرکتیس علمی هستید. خب وقتی دنبال علم یا هنر میگشتم در گوگل، دنبال تصاویر مناسب میگشتم، دعوی های مختلفی رو در حیطه های مختلف پیدا کردم که اونا هم میگن که کار ما هم آیا علم است یا هنر است یا ترکیبی است. از اپریزال، از منیجمنت، اکونومیکس، آرت اند ساینس آف کوچینگ در فوتبال یا آرت اند ساینس در اپیستمولوژی مثلا. اما فراتر از اون که بریم، حتی ممکنه داوری پشتی هم در نوع خودش آرت باشه با این حساب، یعنی شما کم و بیش به هر چیزی میتونید اینو نسبت بدید. برای وقتی شما خیلی دیگه دقیق باشید که ببینید حریف ضرب فنی میشه یا نه، باید کار دیگه یواش یواش به هنر میرسید. اما اینکه بالاخره آرت یا ساینس، اگه بخوام یه بار دیگه حرفایی رو که زدیم جمع‌بندی کنیم و بعد اگه شما صحبتی دارید بشنوم، آخرین اسلایدمه. گایدلاین ها ما را تا کجا میبرند؟ گایدلاین ها همسال جنبه ساینتیفیک پزشکی هستند دیگه. گایدلاین ها به ما میگن شواهد اینو میگن، شواهد اینو میگن، شواهد اینو میگن. اما شکاف میان مطالعات علمی پزشکی و تبابت در بالین بیمار، در بالین هر بیمار منفره، شکاف وجود داره و اون شکاف اتفاقاً چیزیه که در واقع با هنر پزشکی پر میشه و این هنر پزشکی گویی در این نگاه شکاف میان مطالعات علمی رو که در مورد پاپیولیشن صحبت میکنن با فردیت هر فرد بیمار پر میکنن. موارد آتیپیک این شکاف رو ایجاد میکنن، همراهی بیماری های دیگر، مریضی که دیابت هم داره علاوه بر اینکه سرطان پروستات داره، شما ممکنه یه جور نگاه بکنید نسبت به مریضی که دیابت نداره، یا خیلی چیزهای دیگر. و همینطور ترجیحات بیمار، خیلی وقتا بیماران ترجیحات متعددی دارن. شما یه مریض سرطان پروستات رو بهش پیشنهاد میکنید که تو باید رادیکال پروستاتکتومی بشی، میتونی رادیوتراپی هم بشی. همین دیروز من این مریض رو داشتم، یه مریض هست که خارج شدن این قده لعنتی از بدنش براش مهمتره، یه مریض هست میگه من حاضرم بمیرم بی اختیاری ادرار نداشته باشه. بی اختیاری ادرار که عارضه احتمالی عمل رادیکال پروستاتکتومیه، ولو احتمالیه من نمیپذیرم. بنابراین patients values، ترجیحات بیمار، ارزش هایی که در ذهن بیمار ارزش هست، ما اینا رو حتما باید. و هنر پزشکی هم نیست، هنر پزشکی دقیقا در این جاها خودشون نشون میده، در نگاه انسان گرا، اون معنی که در توضیح فلسفه قاره‌ای گفتم.
بنابراین اگر قائل به هنر پزشکی باشیم، این هنر عمدتاً در همین حد فاصل یافته‌های مبتنی بر شواهد و طباوت در هر بیمار مشخص قرار می‌گیرد که بهش میگیم translational phase، فازی که ما علم کلی رو اصطلاحاً translate می‌کنیم، ترجمه می‌کنیم به هر مورد خاصی از بیماری. و هنر پزشکی اینجاست که در بخوام به چند تا از منابعی که برای این صحبتام استفاده کردم اشاره کنم. این کتاب درآمدی بر فلسفه طب رو بسیار بهتون پیشنهاد میکنن. متن بسیار روانی داره، از اسم فلسفه که روش اومده نترسید. سه نفر نوشتنش که یکیشون پزشکه، یکیشون فیلسوفه، یکیشون هم روان پزشک یا روانشناس. به ترکیب این سه نفر فوق العاده در اومده، ترجمه خیلی خوبی هم داره از دکتر همایون مسلمی. این کتاب بیماری نوشته هری کر که جزء کتاب‌هایی که نشر گمان منتشر می‌کنه، کتاب خیلی خیلی خوبیه. اگر گیر آوردید یه نگاهی به این بکنید. این نویسنده این کتاب هری کرل خودش مبتلا به یک بیماری صعب العلاج میشه، البته سرطان نیست، لامفانجیولیومیوماتوز میگیره و شرح وضعیت خودش رو در مقدمه میگه وقتی که خبر اینو دادن، و بعد در واقع تأملات فلسفی و در واقع علوم انسانی خودش. و البته بعد از این صحبت ها لینک چند ویدیو سخنرانی مرتبط با این موضوع رو که البته به انگلیسیه ولی خیلی شمرده و شفافه، میتونید ازش استفاده بکنید، برای خانم محمدی که زحمت هماهنگی رو کشیدن میفرستم. شما میتونید از طریق ایشون بگیرید. از ایشون هم همینجا تشکر میکنم و دوستان دیگرشون که هماهنگی امروز انجام دادن. باعث افتخار من بود که در جمع شما بودم. واقعا اینو از طریق دادم. و همینطور فایل پی دی افی هست که در واقع منابع انگلیسی مربوط به فلسفه، مربوط به المپیاد فلسفه پزشکی سال قبل رو شامل میشه، که بچه ها در واقع برای اینکه در اون المپیاد شرکت بکنن باید اینو میخوندن و موضوعش مشخصا در مورد مدیسین از آرت اور ساینس بود. از منابع مختلفی چیزهای خوبی جمع کرده. اگه در این مورد خواستید یکم بیشتر بخونید و بدونید، اون فایل پی دی اف هم براتون می‌فرستم. اگر سوالی یا کامنتی هست با کمال میل می‌شنوم. خیلی از همه شما ممنونم. می‌دونم که دیگه درست لب مرز تموم کردیم.